سلام دوستان، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به معرفی محسن تنابنده و احمد مهرانفر میپردازیم، پس با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. محسن تنابنده بازیگر، کارگردان، نویسنده سینما، تئاتر و تلویزیون می باشد. وی متولد 26 فروردین ماه 1354 در تهران است و یک برادر بزرگتر از خود و یک خواهر کوچکتر دارد. او از زمان کودکی در سالن نمایش پیکانشهر در نقش کرم دندان بازی می کرد و قبل از اینکه دانشجوی رشته بازیگری شود به عنوان بهترین بازیگر جشنواره دانشجویی انتخاب شد. سپس در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تهران به صورت آکادمیک رشته بازیگری را ادامه داد و فارغ التحصیل شد. به صورت جدی فعالیت خود را از سال 1371 وقتی تنها 17 سال داشت با تئاتر شروع کرد و 11 سال بعد با فیلم دانه های زیر برف در سال 1382 وارد سینما شد. نویسندگی را هم از سال 1384 وقتی 30 ساله بود با نوشتن فیلمنامه فیلم چند میگیری گریه کنی شروع کرد و در سال 1385 هم فیلمنامه سریال زندگی به شرط خنده را نوشت. او اما خود در سال 1387 در قامت بازیگر با سریال مأمور بدرقه وارد تلویزیون شد. در سال 1386 برای بازی در فیلم استشهادی برای خدا سیمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل را گرفت. او در سال 88 در فیلم‌های سنگ اول و 7 دقیقه تا پاییز برنده سیمرغ بهترین بازیگر نقش اول مرد شد تا اینکه سال 95 با فیلم فراری سومین سیمرغ خود را گرفت. تنابنده در سال 1389 به عنوان بازیگر، نویسنده و بازیگردان سریال پایتخت در نقش نقی معمولی به شهرت زیادی رسید و تا کنون در 6 سری این مجموعه حضور داشته است. بازی محسن تنابنده در سریال ابله در نقش یک پیرزن هم بسیار برای طرفدارانش جالب بود. او در فیلم محمد رسول الله در نقش ساموئل یهودی حاضر شد و بیشتر دیالوگ ها را به زبان عبری بیان کرد. محسن تنابنده فیلم گینس را در سال 1393 کارگردانی کرده است و نخستین تجربه کارگردانی او این فیلم می باشد. او می گوید بیشتر برای استراحت به جزیره کیش می روم. ما آنجا یک جای کوچک خانوادگی داریم که به من آرامش می دهد. این جزیره را بسیار دوست دارم. مهران مدیری و رضا عطاران هر دو نفر برای من جاده صاف کن بودند. من بدون اینکه با آنها کار کرده باشم با نگاه کردن مدام به کارهایی که می ساختند یا بازیهایی که می کردند خیلی چیزها یاد گرفتم. من تحت هیچ شرایطی سفارشی را قبول نمی کنم. نه آدم نداری هستم نه در شرایط بدیم. فقط کاری را انجام می دهم که با قلب و عقیدم همسو باشد. خیلی منطق و فلسفه و مسائل این چنینی برایم جدی نبوده است. همیشه دوست داشتم بازی کنم و خوش بگذرانم. اما در طول این سالها یکی دو نفر تأثیر زیادی بر من داشتند. مهمترین آنها حامد محمد طاهری است. به اعتقاد من او در مقایسه با تمام کسانی که من میشناسم تصورات عمیق‌تری نسبت به بازیگری دارد. بخشی از تجربه های ما در یک گروه تئاتری به سرپرستی او تجربه های موفقی نبود. اما ما با هم در مورد شکل و شیوه های مختلف بازیگری بسیار زیاد با هم کار کردیم و او تأثیرات عمیقی در من گذاشته است. بعد از او علیرضا نادری در مورد نگاه به قصه و طراحی در مورد یک قصه خوب، پرداخت یک شخصیت و حتی معنی هر کدام از این موارد تأثیر زیادی بر من گذاشت. هرچند که هنوز هم خودم را فرزند خلفی برای علیرضا نادری نمیدانم، چون من به متن به عنوان یک بازیگر نگاه میکنم و هنوز نگاه مستقلی به فیلمنامه و شکل دادن به آن ندارم. محسن تنابنده در تاریخ 28 آبان ماه سال 1394 با روشنک گلپایگانی معروف به روشنک گلپا ازدواج کرد و خطبه عقدشان را سید محمد خاتمی جاری کرد. این دو در 14 بهمن سال 1395 صاحب فرزند شدند. نام پسر خود را نامی گذاشتند. و اما احمد مهرانفر. احمد مهرانفر متولد 10 خرداد 1354 در کاشان و بازیگر است. فارغ التحصیل لیسانس بازیگری و فوق لیسانس کارگردانی از دانشگاه تهران می باشد که از تئاتر شروع کرد و با سریال پایتخت به اوج شهرت رسید.
فعالیت هنریش را از سال 1378 پس از گرفتن لیسانس به صورت جدی از تئاتر شروع کرد و به قول خود در تئاتر آنقدر جان کند تا مسیر بازیگریش هموار شود. سال 1380 وقتی 26 ساله بود از تئاتر وارد سینما شد و اولین تجربه خود در جلوی دوربین را با فیلم نان، عشق و موتور هزار به دست آورد. یک سال بعد در عشق فیلم به کارگردانی ابراهیم وحیدزاده بازی کرد تا اینکه سال 1382 با سریال بانکی ها به کارگردانی مهدی مظلومی وارد قاب تلویزیون شد. وی در سال 87 در فیلم درباره الی جلوی دوربین اصغر فرهادی رفت و در کنار ستارگان این فیلم بسیار خوش درخشید. بعد از مدت‌ها فعالیت در نوروز سال 1390 وقتی 36 ساله بود مسیر هنریش تغییر کرد. او با حضور در نقش ارسطو سریال پایتخت از همان اول به شهرت رسید. وی حضور موفقی هم در سریال شبکه خانگی شاهگوش سال 92 داشت. احمد مهرانفر در فروردین 1397 وقتی 43 ساله بود با خانم مونا فایزپور ازدواج کرد. آشنایی این دو در یک پروژه مشترک هنری شکل گرفت. او متولد سال 68 است و گفته می شود که بازیگر تئاتر نیز می باشد. فیزیک خاص چهره اش باعث شده به عنوان مدل نیز فعالیت داشته باشد. او یکی از مدل های برند اسپینو برای تبلیغات شال و روسری می باشد و با برند های روبرتو و پینار هم فعالیت کرده است. مدتی است در کلاس‌های بازیگری حضور پیدا می‌کند. او یکی از هنرجوهای کلاس بازیگری هومن سیدی است. مونا فایزپور ورزشی است و فوتبال را پیگیری می‌کند. او یکی از طرفداران دو آتیشه تیم استقلال تهران می‌باشد و در کنار احمد مهرانفر زوجی استقلالی را تشکیل دادند. او درباره همسرش نوشته: درسته که تو یک بازیگری و همیشه گریم‌های متفاوتی روی چهره‌ات داری و مجبوری نقش‌های متفاوتی رو بازی کنی. اما با من همیشه یک شکل بودی و هستی، یعنی خود واقعیت، کاملا تک رنگ. احمد مهرانفر در مورد صفات اخلاقیش میگوید: من خیلی آدم شر و شوری بودم، نه اینکه بخواهم کسی را اذیت کنم، اما خیلی اهل بگو بخند بودم و آدمها را سرگرم میکردم. اما بعد از آن کم کم شروع به فرو رفتن در خودم کردم و بسیار جدی شدم. شاید همین موضوع خوبی نباشد، اما کاملا ناخودآگاه این اتفاق افتاد. کودکی و بازیگوشی را که در بازیگری هست به صورت ناخودآگاه دوست دارم. حالا دیگر به جایی رسیدم که فکر می‌کنم به جز بازیگری کار دیگری نمی‌توانم بکنم. اصلا دوست ندارم و واقعا هم کار دیگری از دستم بر نمی‌آید. من به نوشتن خیلی علاقه دارم. هر وقت فرصتی داشته باشم می‌نویسم. وقتی می‌دانم تا 2-3 ماه سر کاری نمی‌روم مطالعه را شروع می‌کنم و در کنارش می‌نویسم. او در مورد آشنایی با لهجه شیرین مازندرانی می‌گوید: من یک مدت از سربازیم را در مازندران گذراندم. به همین خاطر آشنایی مختصری با لهجه شمالی دارم که در پایتخت از آن بهره گرفتم. در زندگی واقعی آدمی جدی هستم، تا جایی که بعضی از اطرافیانم شاکی هم میشوند و میگویند چرا اینقدر از شخصیت‌هایی که بازی کردی فاصله داری. حتی لحن و رفتارم کاملا متفاوت از بازی‌های طنزم است. اصولا آدمی ساکت و کم حرف هستم. یک جورهایی شخصیتی عبوس دارم. احمد مهرانفر و محسن تنابنده در حال حاضر در سریال پایتخت 6 در کنار هم حضور دارند. در ماجرای توهین مجری و کارشناس شبکه افق به خانم رخشان بنی اعتماد، احمد مهرانفر گفت سریال پایتخت 6 آخرین حضورش در تلویزیون ملی خواهد بود. در ادامه نظر شما را به دیدن عکس‌های از این زوج‌های دوست داشتنی جلب می‌کنم. از اینکه در این ویدیو با ما همراه بودید از شما متشکریم.
لطفاً نظر خود رو در مورد این ویدیو از طریق کامنت با دیگر همراهان ما به اشتراک بگذارید.